سلام، درود بر شما. خیلی خوشحال هستم که در برنامه حضور دارم و صحبت میکنم به عنوان یکی از افراد LGBTQ افغانستان که سالهاست در سرکوب قرار دارند. سالهاست که از خیابان گرفته تا خانه، از خانه تا فضای مجازی در سرکوب هستند. LGBT بودن، حتی من بگویم از جامعه LGBT افغانستان، از سرکوبی که ما قرار گرفتیم آگاهی طوری بود که حتی ما نمی فهمیدیم که LGBT یعنی چی. طوری به ما وانمود میکردن که ما از قوم لوط هستیم که باید سانسور شد. تعداد زیاد LGBT های افغانستان در سکوت سرکوب شدن، در سکوت اعدام شدن، در سکوت در ملای عام سانسور شدن. تعداد ترانسجندر های زنان لزبیانی، زنان ترانسی، فقط به خاطر اینکه چرا جنسیتت متفاوت است، چرا تو مثل ما نیستی، تو کفر هستی. این سرکوب طوری بود سیستماتیک، هم از طرف دولت، هم از طرف فعالین افغانستان. من اینجا نباید فراموش بکنم، حتی فعالین ما که دایه حقوق بشری داره. من در افغانستان بودم که به یک از فعالین گفتم حقوق بشری یعنی چی؟ آیا یک فرد همجنسگرا در این فعالیت شما به عنوان در حقوق بشر شما سهم دارند؟ گفتی حکمش اعدام است، سنگسار است. و این از این ما استقبال میکنیم. شما ببینید وقتی یک فعال افغانستانی به این افکار میآیند، خودش فعال حقوق بشر معرفی میکنند، خانواده ها معمولا در زمانی که ما در سرکوب کامل بودم، در یک قفسی، تعداد زیاد افراد LGBT مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفتن، مورد بچه بازی، سوء استفاده بچه بازی. کمیسیون حقوق بشر داشتیم، همیشه از بچه بازی یاد می کرد، ولی یاد نمی کرد که قربانی بچه بازی کیها هستن. آیا افراد LGBT هستن؟ افراد ترانس هستن؟ یک فرد ترانس با قیمت 7000 افغانی فروخته می شد. یک انسان ارزشش 1,000,000 تومان بود. شما تصور بکنید افرادی که در سکوت سرکوب میشنن، حتی مامورین دولتی سهم دهی سرکوب داشتن و سهم دهی جنایت بشری داشتن. من زمانی که خودم شناختم به عنوان یک LGBT، به عنوان یک گی، یک همجنسگرا، به این نظر رسیدم که من باشم یا نباشم در افغانستان مثل همه همسایه‌ها، مثل همه خانواده رنگین کمانی، منم یک روزی سنگسار میشم. اما چه بهتره که طور سنگسار شوم که صدایم حداقل به یک خبرگزاری برسد. من تعداد زیادی از دوستانم خود را در افغانستان از دست دادیم، در سکوت ناپدید شدن. گناهشان چی بود؟ LGBT بودن. ببینید طالب و هم فکران طالب و در زمان حکومت جمهوریتی که آمریکا آمدن، آمریکا خودش آمد، اولین قانونی که برای افغانستان تحمیل کرد جرم‌انگاری افراد LGBT بود. همین خارجی ها در قانون اساسی ما افراد LGBT طبق قانون شریعت مجازات اعدام داشت. حکومتی که داد از دموکراسی می زدن، خیلی سخت بود، خیلی قربانی های ما از دست دادیم در سکوت، در بیسوادی کامل به سر می بردیم. تعداد زیاد افراد LGBT که 90% من می توانم بگویم که اینا از درس و تحصیل در افغانستان محروم شدن، از خانوادهشان تبعید شدن به خاطر جنسیتشان، و تنها همه قد امید داشتن که ما فردا زنده می مانم یا نمی مانم. از جامعه، از خانواده، همه رو بدن. زمانی که طالبان به قدرت رسید، یک موجی، یک جنبش، یک شجاعتی از جامعه LGBT افغانستان نشان دادن. اولین طالبان که وقتی که به قدرت رسید، من از خاطره خود در افغانستان میتونم در این خاندان خود براتون بگم، اولین صدایی که شنیدم الله اکبر بود. همین که شنیدم مسیجا شروع شدن، گفتن طالبان به دنبال افراد همجنسگرا و LGBT هستن. یکی یکی ناپدید می شدن، گاهی ها خیلی ها فرار می کردن، خیلی ها
خیلی ها، من خودم شخصا زمانی که من رو پیدا کردن و من پیام دادن، من تنها کاری کردم ساعت 1 بج شب از هرات به نیمروز فرار کردم، از نیمروز غیر قانونی به طرف ایران فرار کردم. در ایران طوری به ما برخورد می شدن که فقط بگید ما انسان نیستیم. به مدت چند ماهی در ایران، بعد برگشت به افغانستان و بعد خلیه به آلمان. وقتی که به آلمان رسیدم تنها هدفم این بود که ما این سرکوب دیگه دوام ندارد، ما استفاده میشیم. یادی از همین روزی 7 می به من یاد داد که ما در برابر تبعیض، در برابر همجنسگرا ستیزی، در برابر ترنس ستیزی، در برابر جنسیت ستیزی استفاده هستیم. در تمام کشورها امروز جشن است، ولی در افغانستان، ایران امروز روزی هست که جامعه LGBT برای یک مبارزه قوی تر علیه این ستمگران، این سرکوبگران، این افراطیون و این یزیدان امروزی استاد میشن و مبارزه خود را از نو شروع میکنن. اگرچه مبارزه ما جریان داره، بلکه قوی تر. جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش بود که حضور و طرح مطالبات و حقوق اعضای جامعه رنگین کمانی را برای باز شد برای اینها، و اینها تانستن اینجا استفاده بگن، بگن از جمهوری اسلامی تا طالبان که هویت و گرایش های را انکار میکنند و افراد LGBT را انکار میکنند، اینا نشان دادن که ما هستیم و حضور خواهیم داشت و خواهیم بود و در مقابل شما تا آزادی تا برابری میجنگیم. بسیار عالی.